هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. 130 حمله به کشتی‌های نظامی و تجاری ایالات متحده، عدد بسیار بالاییه. نظرتون چیه؟ درود بر شما خانم صادقی و ملت شریف ایران. به این حملات با این تعداد بسیار بالا که انجام شده، خب به این مسئله رو به روشنی میرسونه که جمهوری اسلامی این توان رو داشته و داره که تسلیحات لازم رو به حوثی‌ها برسونه، اونها رو از نظر مادی تأمین بکنه و در نتیجه حوثی‌ها خود رو در شرایط مناسبی میبینن که به نام حمایت از حماس و حمایت از غزه، مردم غزه، این حملات رو انجام بده که این حملات به تبع مشکلات بسیار زیادی در تجارت بین المللی به وجود آوردن. همونطور شما اشاره کردین، خب تسلیحاتی رو که حوثی‌ها از اونها استفاده میکنن، چه پهپادها و چه موشک‌ها، اینها از نظر ارزش مادی در مقایسه با اون تسلیحاتی که آمریکا، بریتانیا و دیگران استفاده میکنن برای از بین بردن تسلیحات و خطر حوثی‌ها، بسیار ارزان‌تر هستن. در نتیجه از این نظر خب به تبع فشار وارد میکنه بر بودجه نظامی آمریکا. ولی چیزی که بسیار مهمه اینه که این بودجه در قیاس بزرگتری با اون بودجه کلی دفاعی آمریکا عدد رقم مهمی نیست و از طرف دیگر توجیه داره. توجیهش این هست که اگر که به حوثی‌ها پاسخ داده نشه و این حملات رو از بین نبرن، در نتیجه ضرر و زیانی که متوجه مصرف کنندگان کالاهای کشتی‌هایی که مورد هجوم حوثی‌ها قرار می‌گیرن به تبع بسیار بالاتر خواهد رفت و همینطور حوثی‌ها و حامی اونها یعنی جمهوری اسلامی رو بر این خواهد داشت که به این حرکات خود بیشتر ادامه بدن، چه در دریای سرخ و چه در آبراهای دیگر از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز. دولت بایدن و تصمیماتش رو در این وضع پیش آمده چقدر مؤثر میدونید با توجه به اینکه نام این گروه رو از لیست گروه‌های تروریستی حذف کرد و حالا باید این همه هزینه بکنه برای یه حملاتی که بیشتر از ناحیه اونها صورت گرفته؟ به نظر من این پرسش کلیدی است، به این معنا که تضاد تصمیم گیری ها در دولت بایدن رو نشون میده. زمانی که با قدرت رسید آقای بایدن بلافاصله با عجله بسیار زیادی حوثی‌ها رو از این لیست گروه‌های تروریستی حذف کرد با این نیت که شرایط رو مناسب بکنه برای رسیدن به صلحی بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن و همچنین حامیان این دولت از جمله عربستان سعودی، که چنین نشد. به عکس باعث شد که حوثی‌ها اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنن و در نتیجه به این کارها ادامه بدن. اون چیزی که شاید در مقایسه با یا در یه نوع اگر رابطه‌ای بخوایم برقرار بکنیم بین این وضعیت و اون چیزی که اخیراً اتفاق افتاد، یعنی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، این است که در صورتی که جمهوری اسلامی هیچ گونه پاسخ جدی رو دریافت نکنه از جانب اسرائیلی ها و حامیان اسرائیل، خب به تبع می شود انتظار داشت که جمهوری اسلامی به این حرکات حمله، حرکات خود در منطقه، نه تنها به اسرائیل بلکه اهداف دیگری رو که تهدید کردن زمان حمله به اسرائیل، به اونها رو هم افزایش بده. بنابراین این باعث خواهد شد که خشونت در منطقه گسترش بیشتری پیدا بکنه، ناامنی و بی‌ثباتی هم. سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی که همراه ما